سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در حضور اساتید گرامی، خانم ها و آقایان محترم هستیم با غزل شماره 1693. من پاک باز عشقم، من پاک باز عشقم، تخم غرض نکارم، پشت و پناه فقرم، پشت طمع نخارم. نی بند خلق باشم، نی از کسی تراشم، مرغ گشاد پایم، برگ قفس ندارم. من ابر آب دارم، چرخ گوهر نثارم، بر تشنگان خاکی آب حیات بارم. موسی بدید آتش، آن نور بود دلخش، من نیز نورم ای جان، گرچه ز دور نارم. شاخ درخت گردان، اصل درخت ساکن، گرچه که بیقرارم، در روح برقرارم. من بلعجب جهانم، در مشت گل نهانم، در هر شبی چو روزم، در هر خزان بهارم. با مرغ شب شبم من، با مرغ روز روزم، اما چو با خدایم، زین هر دو بر کنارم. آن لحظه با خدایم، کز محو بی خدایم، شش دانگ آنگهم که بیرون ز پنج و چارم. جان بشر به ناحق دعویش اختیار است، بی اختیار گردد در فر اختیارم. آن عقل پرهنر را بادیست در سر او، آن باد او نماند چون باده‌ای درآرم. خب باز هم غزلی را انتخاب کردیم که با سیاق غزلیاتی که تا کنون خوانده ایم در این جلسات سابق اندکی متفاوت باشد و از گونه دیگر و از منظری دیگر یکی از مسائل مهم رو مطرح کرده است. از جمله مسائل مهمی که اینجا مطرح است و خوب است اینجا به آن بپردازیم، یکی عشق است که قبلا هم سخن گفتیم راجع به آن، و دیگر فقر است که اندکی مفصل‌تر به آن می‌پردازیم. خب می‌فرماید من پاکباز عشقم، تخم غرض نکارم، پشت و پناه فقرم، پشت طمع نخارم. پاکباز در اصطلاح ادبیات ما کسی است که پاک بازنده است. پاک یعنی کامل، چیزی باقی نماند. بازنده ای که پاک ببازد. ممکن است هر کسی بازنده باشد،
در جایی در امری، اما اصل و شرط آن است که وقتی که میبازد پاک ببازد، هرچه که دارد را ببازد و چیز دیگری برای باختن نداشته باشد. در حقیقت در لسان ادبیات ما پاکباز به مقامر و به قماربازی گفته می شود که هرچرا که دارد در راه قمار می نهد و هرچه دارد رو یک جا همه اش را می بازد، همه دارایی خود را می بازد و هیچ دارایی برای او باقی نمی ماند. وقتی چنین شد از قناب فقر می آید و از حس و از این عالم به عالم عشق روی می نهد و اساساً عشق هم چنین است. عشق هم انسان پاکباز می خواهد، سالک پاکباز می خواهد و سالک فقیر می خواهد. حتی به سالکان اهل فقر گفته می شود آنچنان که می دانیم و فقرا گفته می شود. فقرا، فقیران، اهل فقر کسانی هستند که هرچی که داشته باشند رو یک جا ببازند و هیچ چیزی برای خود باقی نگذارند. این اصل پاکبازی است. علاوه بر آن در اصطلاح عرفانی توجه خاص سالک به این که از اعمال خود هیچ چشم داشتی نداشته باشد همان پاکبازی است. حتی برای خود حال و مقامی هم نخواهد، هر کاری که انجام می‌دهد پاکبازانه باشد. همچنان که یک مقامر، یک قمارباز هرچه سرمایه دارد رو از کف می نهد و بر زمین می گذارد و همه اش را می بازد و یک جا می بازد و چیزی برای خود باقی نمی گذارد، عاشق هم باید چنین باشد. عاشق هم باید پاکباز باشد، هم سرمایه مادی برای خود نخواهد هم سرمایه معنوی. چون خیلی از انسان ها که عملی نیک را انجام می دهند، عمل خوبی را انجام می دهند، مترصد آن هستند که پاداشی برای آن در نظر گرفته شود، بهشتی خداوند برای آنها در نظر بگیرد. اما این خلاف پاکبازی است. پاکباز کسی است که هرچه را که دارد می دهد، حتی سرمایه معنوی خود را می دهد و هیچ در برابر آن نمی خواهد. حتی تقاضای ثواب و پاداش هم ندارد، تقاضای مقام و حال رو هم ندارد. این بالاترین درجات عرفان است که یک انسان میتواند داشته باشد. بنابراین پاکباز کسی است که نه ثواب دنیا، نه ثواب آخرت و نه علو درجه و مقامات معنوی، حتی علو به مقامات عرفانی را هم نخواهد. چرا که آنجا اگر بخواهد، اگر درجه بخواهد، اگر بزرگی و کرامت عرفانی بخواهد، آنجا پاکباز نیست. زمانی پاکباز است که هرچه دارد را ببازد و هیچ سرمایه‌ای برای خود نگه ندارد. کسی که دنبال حال است و دنبال مقامات عرفانی است، حالات عرفانی را می‌خواهد در خود ببیند و به وجود بیاورد و از خداوند حال و مقام می‌خواهد، این شخص پاکباز نیست. چرا که هر آنچه را که داشته است از تمامی مقامات آن را کاملا از کف نداده است. هنوز
در گرو و در بند این مقامات است، در بند پاداش است، در بند ترس از عقاب الهی است. ثواب و عقاب دست از او بر نداشته. از آن جهت است که بزرگان ما گفتند که خداوند ما تو را عبودیت میکنیم نه به خاطر بهشتت که پاداش باشد، نه به خاطر طمع بهشت. ما هیچ طمعی نداریم. درست است که ما به جهان هم طمعی نداریم، هیچ چیزی در جهان ما را به طمع نمی اندازد، هیچ چیز جهان قادر نیست که ما را به سمت خود بکشد. حتی معنویات هم مانند مادیات برای ما طمعی ندارد. ما بی طمع هستیم، چرا که پاکبازیم. پاکباز کسی است که همه چیزش را ببازد، حتی طمع حال و مقام و مقامات عرفانی هم حتی نداشته باشد. اینجاست که این پاکبازی مصادف است با عشق، مصادف می شود با عشق. آن وقت است که عشق حقیقی به او روی می کند. تا زمانی که عاشق به دنبال معشوق است از او چیزی می خواهد، کاری می کند و در برابر توقعی دارد، توقعی از معشوق دارد، آن وقت آن عشقش به معشوق نیست، آن عشقش به خواستهایش است، آن عشقش به آن تمنیاتش است، عشقش به حالات و مقامات عرفانی است، نه به خود خداوند. از این جهت است که تا کسی پاکباز نباشد او به مقامات حقیقی دست نخواهد یافت و به عشق حقیقی هم او دست پیدا نخواهد کرد. چرا که عشق آنجایی عشق است، آنجایی حقیقت خود را بروز خواهد داد که انسان هرچه جز معشوق را ترک کند و طمع غیر معشوق را نداشته باشد. هرچه که باشد، حتی نیکی ها، حتی خوبی ها، حتی مقامات، حتی بهشت الهی را نخواهد، حتی از دوزخ دوری نکند. و عاشق حقیقی کسی است که بگوید خداوندا من به بهشت تو طمع ندارم، این اعمالی که انجام میدهم، این سلوکی که انجام میدهم به خاطر بهشت تو نیست و البته به خاطر فرار از دوزخ تو هم نیست. من نمیخواهم از دوزخ تو فرار کنم. اگر حضرت معشوق اراده کرده باشد که عاشقی را در دوزخ بیفکند، عاشق باید چه کند؟ آیا عاشق باید دعا کند که خدایا مرا از دوزخ برهان، یا اینکه بی هیچ سخنی با سکوت کامل آنچه را که معشوق بر او حکم رانده است بپذیرد؟ ابلیس آن ملعون اصیل و ملعون اصلی وقتی که خداوند فرمود که تو را چنین و چنان خواهم کرد، هیچ نگفت که خدایا چنین نه. در اصطلاح عرفا ابلیس از پاکبازان است، از پاکبازان صدیق است. کسی است که پاکبازانه با امر الهی برخورد کرد، نیامد از خدا بخواهد که خداوندا این دوزخی را که برای من در نظر گرفتی، این لعنی را که برای من در نظر گرفتی، این را از من بردار. حتی چرا تقاضای غفران و بخشش نکرد از خداوند؟ به خاطر اینکه ممکن بود خداوند بنابر سنتش که
کسی که به او توبه کنه توبه اش را میپذیرد بپذیرد، اما اراده اش به آن تعلق نداشته باشد. اراده الهی بر عفو ابلیس و شیطان قرار نگرفته باشد. عرفا از جمله جناب حلاج، جناب عین القضات، جناب جنید، خود مولانا، ابن عربی و دیگران از این جهت به ابلیس احترام می‌گذارند که آنچه را که خداوند برای او مقرر کرده بود از دوزخ، از عذاب، از همه آنچه ممکن هست که هیچ انسان آن را نپذیرد، این را قبول کرده است. از جنید نقل است که روزی در مکاشفه دیدم که ابلیس دارد پایکوبی میکند. گفتم این چه جای پایکوبیست، چه وقت پایکوبیست، ای بدبخت، ای بیچاره، ای ملعون، ای دور از خدا، این چه جای این است که بیایی و شادی کنی؟ میگوید، جواب داد به من که مگر آن آیه را نخوانده ای؟ آن آیه در حق من آمد و من از شوق او و از ذوق آن آیه چنین پایکوبم و دستکوبم. میگه گفتم چیست، چرا چنین هستی؟ گفت مگر این را نخوندی که این نعلیک لعنتی، همانا بر تو باد لعنت من. ابلیس پاکباز است، حتی برای اینکه لعنت او به او می آید پایکوبی می کند. چرا؟ در جای دیگر در توضیح این مسئله گفتن که چون لعنتی فرمود، لعنتی یعنی لعنت من، آن یا برمیگردد به خداوند، به معشوق. هرچه که از معشوق است، حتی اگر لعنت باشد، برای عاشق الهی بسیار گواراست. عاشق اگر عاشق است، حتی اگر خداوند نسبت لعنت به او میدهد، نمیبایست که استنکاف کند و لعنت او را نپذیرد. این یعنی پاکبازی. این پاکبازی همان پاکبازی عاشقانه هست که در مورد ابلیس چنان است، در مورد بدترین آفریده و در مورد بدترین شخص که ما در این جهان سراغ داریم، او این گونه پاکبازانه میپذیرد و لعنت الهی را میپذیرد. عطار میگوید که عارفی از او پرسید که چرا لعنت خدا را پذیرفتی؟ چرا از خدا نخواستی که خداوند و این لعنتت را از من بگردون؟ و جناب عطار می فرماید که ابلیس در جواب آن عارف واصل گفت که من نگاه کردم، دیدم همه طالب رحمت الهی هستند، همه تمنای رحمت الهی را دارند، اما کسی نیست که لعنت الهی را بردارد. دریغم آمد چیزی از معشوق باشد و بر زمین مانده باشد. لعنت را من برای خود برداشتم، لعنتی که تا ابدالآباد هست، تا اینکه چیزی از معشوق و محبوب بر زمین نماند. او هرچه که میدهد را من میپذیرم.
این سخن عرفا هست به این که اعتقاد دارن که اگر کسی میخواهد حداقل چون ابلیس باشد، ای انسان حداقل چون ابلیس باش که خداوند هرچه به او مقرر کرد او پذیرفت و در برابرش استنکاف نکرد. حداقلش این است که آن همه درد و رنج و لعنت و نفرین رو پذیرفت. ما را چه می شود، انسانها را چه می شود به عنوان خلائف الارض که آنچه را معشوق و محبوب برای ما در نظر می گیرد نمی پذیریم. این یعنی پاک بازی. پاک بازی یعنی پاک ببازد هرچه که دارد. ابلیس هرچه داشت سابقه دعا و عبادت و سجده و نیایشش را همه جا یک جا باخت و حد اول انسانی که در راه سیر و سلوک قدم برمی دارد طبق نظر عرفای ما این است که انسان هم باید چنین باشد، ساده که سبیل الهی هم باید چنین باشد، پاکباز باشد و پاکباز عشق باشد، هرچه که آن معشوق از او خواست بی هیچ صدمه‌ای و لطمه‌ای آن را در طبق اخلاص تقدیم معشوق کند و هیچ در دلش نیاید که ای کاش معشوق این را از من نمی‌خواست، ای کاش چیز دیگری می‌خواست. میگویند یکی از عرفای بزرگ بود، 10 پسر داشت، روزی که آمدند اینها رو به جرمی گویا به جرم تشیع یا به جرمهای دیگری در کاروانی بودن اینها رو میگیرند. برخی هم نقد کردند که دزدان بودند که راه رو گرفتند. 10 پسر داشت، همه رشید و جوان. این درویش خیلی پیر شده بود، این سالک راه عشق خیلی پیر شده بود. خواستند او را زجر دهند، یک یک پسران او را آوردند و جلوی چشمانش گردن زدند. از بزرگترین و رشیدترین پسرش گردن زدند، 9 پسرش را گردن زدند. شبیه این رو عطار در تذکره نقل می کند و عرفای دیگر در جاهای دیگر نقل کردن. یک پسر که کوچکترین ایشان بود باقی می ماند. دید پدر دارد لبخند می زند. عصبانی شد. آمد جلو گفت تو چطور پدری هستی؟ تو چگونه نامت را پدر نهاده ای؟ 9 برادرم را کشتن، مرا هم میخواهم بکشن و تو داری لبخند میزنی؟ آوردن آن رو هم، آن پسر رو هم سرش را بریدن، اما پدر رو زنده گذاشتن که زجر کشتن پسران تا آخر عمر کوتاهش با او همراه باشد. رئیس دزدان در عجب شد، آمد پیش این یا آن رئیس شحنه و رئیس اساس، آمد پیشش گفت چرا چنین کردی؟ من دستور دادم 10 پسرت را جلوی چشمانت سر ببرن اما تو چیزی نگفتی. گفت آنگاه که شما را دیدم حضرت الهیت را اینجا حاضر دیدم، خداوند را اینجا ناظر دیدم. به او نگاه کردم که آیا خداوند، آیا تو راضی هستی؟ آیا راضی هستی به این کار؟ دیدم بله. فرمود اگر من راضی نبودم چنین اتفاقی نمی افتاد.
و گفتم خداوند به من صبر بده که بتوانم جز رضایت تو و جز لبخند رضایت در پیشگاه تو بر لب نیاورم. به من توفیق بده که از مسیر کمال بیرون نیایم. به من توفیق بده که سر از دستور تو نپیچم. حتی دعا هم نکرد که خداوند این پسران مرا نجات بده، چون دعا برای اهل وصال جز امری که برای تغییر مشیت الهی هست نیست. مشیت الهی بر چیزی قرار گرفته است، عارف عاشق با دعا آن مشیت را نمیخواهد تغییر دهد. هرچرا که خداوند خواسته است میپذیرد، هرچه خداوند ساخته است رو تخریب نمی کند، هرچه او خواسته است رو قبول می کند. مثال مشهور این پاکبازی عاشقانه در قصه کربلا، در قصه عاشورا وجود دارد. همه ما مستحضریم که سلسله عاشقان حق و حقیقت، حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام آنگاه که پسرش را برای جنگ به میدان میفرستاد، آنگاه که کودک خردسال خود را بر دستانش میگرفت، آنگاه که میدانست خواهد رفت و شهید خواهد شد و فرزندانش، دخترانش و بانوانش به اسارت خواهند رفت، در روایت های مشهور هست که هرچه به ظهر عاشورا نزدیک می شدند چهره حضرت گلگونتر و خندانتر می شد، لبخند بر لبان مبارکش می نشست. برای اینکه اگر عشق است باید پاکباز بود، اگر عشق است، اگر معشوق اوست و اگر چنین عاشقی آن معشوق را بایسته و شایسته هست، باید چنین باشد. غیر از این راه دیگری وجود ندارد. پاک بازی عشق در اینجا مفهوم و معنی پیدا می کند. هرچه را که دارد می بازد. اگر از جهت دیگر هم نگاه کنیم خواهیم دید که انسان چه دارد مگر همه داشته هایش را او نداده است، مگر به شکل امانت نداده است، به شکل امانت نسپرده است نزد انسان ها. کسی می آید به ما می گوید که یک چشم را آوردم برای تو، 80 سال امانت است به تو می دهم، ولی هر وقت خواستم آن را خواهم گرفت. یک دست به تو میدهم، یک پا به تو میدهم، یک سر به تو میدهم. امانت است، مال خودت نیست، امانت است. هر وقت خواستم باید بدهی. این شخص هم میپذیرد. الستو بربکم قالو بلا، آن بله را هم میگوید، میگوید بله خداوند من تعهد میدم. اما وقتی که آن امانت ها را به انسان باز میدهد میگوید که احساس مالکیت میکند، احساس تملک میکند، احساس میکند مالک شده است. مانند کسی که مقدار زیادی طلا برای کسی بیاورد بگوید که این امانت باشد نزد تو، خواهم آمد و خواهم برد. آن کیسه های طلا آنقدر نزد او میماند که محبتش در دل او ایجاد میشود. بعد از 10 سال احساس میکند که نه دیگر این طلا ها مال خود من است. و همچنین
هر چی که به او داده می شود. خداوند مالی منالی به کسی می دهد، می فرماید که اینها رو به تو امانت دادم. پدری می دهد، مادری می دهد، می گوید اینها رو امانت دادم. فرزندی به او می دهد، همسری به او می دهد، می گوید اینها رو امانت دادم به تو. شغلی می دهد، کاری می دهد، می گوید اینها همه امانت هستند. برخورداری هایی که دارد همه اینها امانت هست. اما بشر به زودی فراموش می کند. می گوید چشمم، دستم، نمی گوید چشم خدا، نمی گوید دست خدا، نمی گوید پای خدا، نمی گوید قلب خدا، سر خدا. و به عبث و بیهود خود را مالک میپندارد. این با اصول پاکبازی در تضاد است. او امانت است. تازه پاکبازی زمانی است که انسان از ملک خود بگذرد، ملک خودش باشد بگذرد. ولی وقتی که از دیدگاه دیگر میدانیم همه چیز امانتی است از جانب خداوند، حتی این وجود ما، حتی روح ما امانتی است از جانب خداوند، ما چگونه میتوانیم این امانت را به امانتدارش نسپاریم؟ میگوید عمرش تمام شده است و ما از اون دلگیر میشویم که چرا فلانی آنقدر عمر کرد و من اینقدر. پاکبازی این است که انسان هرچرا که داشته باشد، مانند آن قمارباز که با همه وجودش یک قماری آغاز می کند، قمار شگفتی آغاز می کند و هرچرا که دارد می بازد. حتی برخی از قماربازها وقتی همه چیزشان را باختند، مال منفی خود را هم می بازند. علاوه بر مال مثبت، آنچه که دارند، مال منفی قرض میگیرند، از این آن وام میگیرند تا اینکه آنها را هم میبازند. یعنی نه تنها سرمایه و رأس المالشون را از دست دادند، حتی آن دینها هم برای او به وجود آمد. و پاکباز یعنی این، پاکباز یعنی کسی که هرچرا که خداوند از او خواسته است بدون هیچ گونه اکراه، با کمال میل، با طیب خاطر همه را به خداوند باز پس دهد و آن مالکیت عاریتی که او تصور کرده از مالک است از آنها دست بردارد. ایشان هم فرمود من پاکباز عشقم، من توجه خاص و خالص به عشق دارم، من فقط با عشق همراهم، جز عشق چیز دیگری را طالب نیستم. خب راجع به عشق هم قبلا زیاد سخن گفته این گفتن عشق آتشی است، عشق دردی است که در وجود انسان می آید. گفتند عشق از عشقه گرفته شده، از عشقه نوعی گیاه است که بر گرد درختان می پیچد، می پیچد بر گرد درختان و کم کم رشد می کند. زائده هایی از این عشقه وارد تنه درخت می شود، به مرور زمان وارد تنه درخت و شاخه های درخت می شود و کم کم آبی را که آب و املاحی که درخت با آن تغذیه می کند از طریق آوندهای درخت به بالا می رسد، برگه ها به شاخه های کوچک و کوچک در می رسد، به میوه ها می رسد، آنها رو کم کم در اختیار میگیرد، آن آوندها رو در اختیار میگیرد و کم کم برگهای این درخت زرد میشود، پژمرده میشود و در مقابل عشقه و آن
گیاهی که بر این درخت پیچیده است رفته رفته قدرتمندتر می شود و قوی تر می شود، تا جایی که تغذیه آن درخت مختل می شود، آب و مواد معدنی به آن درخت نمی رسد، کم کم خشک می شود، ولی آن اشقه بر جای خود باقی می ماند. عشق را از آن جهت عشق گفتند، عده‌ای میگویند عشق از آن جهت عشق گفته شده است که چنین میکنند، با وجود عاشق چنین میکنند، بر تن او میآید میروید زائده های چیزهایی را از خود در درون وجود او قرار میدهد، هرچ را که دارد میگیرد و نهایتا او را مجرد از خود میکند، او را لاغرتر و لاغرتر می کند، او را نحیفتر می کند، ضعیفتر می کند، او را پژمرده‌تر و زردتر می کند. از آن جهت گفتند که عاشق هرچه رخ زردتر آنقدر در نزد معشوق عظمتش بیشتر است. عاشقی که سرخ رو باشد و خیلی خوب و راحت باشد، البته او نام عشق را به یغما برده است، اگر نه عاشق میبایست در غم معشوق از خود بی خود شود. عشق دریای بلایی است که هیچ کس از آن توان خروج را ندارد و همواره در آن دست و پا میزند، نه میمیرد نه زنده میشود، نه رها می شود و نه از فلت عشق می میرد. او باید بماند، زجر بکشد و درد ببرد، رنج ها ببرد تا اینکه معشوق او را شایسته وصال خود بداند. و زیبا گفتند که عشق جنون الهی است، عشق جنون الهی است. خداوند وقتی کسی را می‌خواهد عاشق کند، اول آن جنون خودش را به او می‌دهد. چون اگر رسم و راه عقل با انسان همراه باشد، هرگز انسان دنبال عشق نخواهد رفت، هرگز انسان راه عشق را ادامه نخواهد داد، چرا که عشق محرومی است، عشق آفت است، عشق رنج است، درد است، حرمان است، نابودی است، سوختن همواره در آتش است. کدام عقل به انسان رهنمون، انسان را رهنمون می شود به این که برود و خود درد و رنج و همه این مشکلات رو به جان بخرد؟ این میبایست اول از عقل، از عقل جزئی، از عقل حسابگر رها شود، بتواند رها شود، از عقلی که کارش جلب منفعت و دفع مضرت است رها شود، بعد از آن بتواند در وادی عشق قدم بگذارند. از این جهت است که عرفا به عشق جنون الهیت گفتند. و اتفاقا اگر انسان جنون نداشته باشد و جنون الهی در جان او قرار نگیرد، نمیتواند پاکباز باشد. عقل ما میگوید که منفعت را به دست بیاور، هرچه که به سمت تو میآید آن را بپذیر، قبول کن، در خود آن را پیدا کن. اگر جنون الهی نباشد، هرگز شخصی عاشق نخواهد شد، چرا که با عقل او در تضاد و تباین است. من پاکباز عشقم، تخم غرض نکارم، پشت و پناه فقرم، پشت طمع نخارم،
خب تخم قرز هم، قرز یعنی به سطوح آمدن، اندوهگین شدن. معنی اصلی قرز این است، زجر با زاد، یعنی اینکه کسی در نهایت درجه رنج و غم و اندوه و دلتنگی باشد. عرب به این قرز میگویند. معنی دیگری هم دارد که همه میدانیم، قرز یعنی هدف، خواسته، آرزو و موارد دیگر. میفهمد تخم قرز نکارم، تخم کاشتن نشانه از این است که انسان میخواهد کاری را بکند و آن را برای خود آماده کرده است. چرا تخم را میکارم؟ تخم را میکارم تا گیاهی از آن براید، آن گیاه میوه‌ای و ثمره‌ای داشته باشد، هر ثمره‌ای که باشد. میفرماید من از اول این تخم قرز و تخم بیهودگی یا تخم غم و اندوه را نخواهم کاشت. من اصلا هیچ نمیخواهم، تخم هدف را هم نخواهم کاشت. یعنی هدفی را برای خود مهیا کنم، آماده کنم، کم کم پیش برود و درخت هدف من بار بیاورد و من هدفم را از آن بچینم، به آن نقطه هدف خود برسم. میفرماید که تخم قرز نکارم، من اصلا تخمش را نمی کارم تا این بیاید و بزرگ شود و بعد میوه دهد. یعنی آن تخم امانی، تخم آرزوهای دور و دراز، تخم تمنیات و خواهش‌های نفسانی و حتی خواهش‌های معنوی را هم من نمی‌کارم. تخم قرض نکارم، پشت و پناه فقرم، پشت طمع نخارم. پشت کسی یا چیزی را خارندن، معمولاً انسان وقتی پشتش را می‌خارندن، میخارند، او احساس لذت و سبکی و شادابی میکنند. یعنی اینکه پشت خاراندن یعنی به او توجه کردن، توجه ویژه و توجه خاص کردن، به او عنایتی داشتن. میفرماید که من پشت طمع را نخواهم خاری، یعنی من طمع را به طور کلی از ذهنم برون کردم. من در فقر زندگی می کنم، من پشت و پناه فقر هستم. نه تنها خودم فقیرم، بلکه پشت و پناه فقر هستم و می روم به دنبال این که فقر در جهان به دامن پیدا کنم. فقر اگر بخواهد از بین برود، من پناه او هستم، فقر به من پناه می آورد. فقر در سختی ها پشتش به من است و من پشت اویم و او را تقویت خواهم کرد. پس این خیلی برتر از این است که بگوید من فقیر هستم. می فرماید پشت و پناه فقرم، پشت طمع نخارم. با طمع هم که ضد فقر است کاری ندارم. در روایت ها هست، فراوان هست، که طمع بدترین چیزیست که در انسان خاکی وجود دارد. طمع همان هوا، هوس، آز و آرزوهای طولانی، همه بدبختی های انسان از طمع است. نام دیگر طمع خواهش است، خواستن است. هر چرا که انسان بخواهد، آن طمع اوست، آن خواسته اوست. و افرادی که، انسانهایی که به دنبال فقرند و فقر را میخواهند سردوه امر خود قرار دهند، هرگز با طمع کاری ندارند، روی خوشی به طمع نشان نمیدهند. وقتی طمع و آرزوها و خواسته ها به سراغ
اینان آمد این رو کنار می نهن و می گویند بنده را با خواستن چه کار؟ خواستن این در لسان عرفا هست، مواردی که به طور پراکنده عرض می کنن غالبا نظرگاه عرفاست و سخنانی است که عرفا فرموده اند. وقتی که انسانی می آید و به دنبال طمع و خواهشش می رود، آن وقت از خداوند دور شده است، چرا که خواستن اراده از آن خداوند است. خداوند مرید است، من اراده می کنم پولی به دست بیاورم، در حالی که مرید اوست. من مرادم، من مورد اراده حضرت حق هستم، من از خود چیزی ندارم و طمعی نباید داشته باشم مگر طمعی که او در من قرار داشته باشد، مگر خواسته ای که او در من قرار داده باشد. هر خواسته ای که باشد، چه خواسته مادی چه خواسته معنوی، انسان رو با خواستن چه کار؟ خواهنده فقط اوست، فقط خداوند است که در این جهان میخواهد و هرچه را میخواهد میکند، هرچه میخواهد میگوید، هرچه میخواهد به وجود میآورد. این کلماتی که هو یشا من یشا، اینها رو در قرآن اگر ببینیم که بسیار است، همش خواست خداوند است. شما در یک جایی نمی‌بینید که این خواستن در قرآن عظیم اشاره به خواستن بشر باشد، اشاره به خواستن انسان باشد. در چند جا که اشاره به خواستن انسان شده است، آنجا هم بلا فاصله خداوند می‌فرماید که خواستن شاعن و یشا کار تو نیست، خواستن از آن اوست. یهدی من یشا یزل من یشا، تهدی من تشا تزل من تشا. حتی در مورد هدایت هم، هدایت خواستن از آن ما نیست. ما که هستیم که از او چیزی بخواهیم، هرچه میخواهد اوست و خواهش ها همه از جانب خود اوست. و اگر انسان بداند که چیزی را میخواهد که او نمیخواهد، کار بسیار زشتی انجام میدهد. او فعال مایشا اوست، آنچه را او میخواهد میباید سرلوحه وجود انسان باشد. از این جهت از عرفا گفتن که از خدا، عرفای بلند مرتبه، از خدا هیچ نخواهید. چرا نخواهید؟ چون اگر بخواهید ممکن است آن خواهش شما و آن خواستن شما مطابق خواستن حضرت الوهیت نباشد، آن وقت شما خلاف خواسته او بخواهید و این امر بسیار نامناسبی است. من از کجا بدانم که این خواهش من، این خواست من، این دعای من دعای اوست، از جانب اوست؟ وقتی که خواهنده اوست و هرچه میخواهد اوست، فعال ما یرید فعال ما یشا اوست. توحید افعالی هم در همین مورد است، توحید صفاتی هم در این خصوص است. پس برای انسان چیزی برای خواستن باقی نمیماند. بعدها چنین است که امام صادق علیه السلام به عوامی که میگن خب ما پس چه چیزی بخواهیم چه چیزی را نخواهیم، به عوام میفرماید که هرچه را که میخواهید، هر شما که او یا به آن مرتبه نرسیده اید که نخواهید، به نخواستن از خداوند برسید. چون عوامید، این کاری که نخواهد خواست کار خواست و خواست و خواست است، کار هر کسی نیست.
که نخواهد، از خداوند هیچ نخواهد. منتظر باشد تا خداوند هرچه را خداوند میخواهد بر سر او بیاید و خواهش رو از خود نفی کند. حضرت میفرماید که اکنون که شما مجبورید بخواهید، هر کاری رو و هر چیز کوچکی رو از خدا بخواهید. و در روایت هست که میفرماید که حتی بند کفشتان را هم از خدا بخواهید. بند کفشی که خیلی چیز کمبهایی است، حتی آن را هم از خدا بخواهید. این رو برای عوام توصیه کنند. چرا؟ به خاطر اینکه عوام بداند که هیچ چیز در دست خودش نیست. هر چند کوچک باشد، هر چند بی ارزش باشد، آن هم دست خداوند است و جز خداوند کسی دیگری نمیتواند آن را بدهد، به او ببخشد. بنابراین فقر علاوه بر آنکه آنچه را که دارد پاک بازانه بایستی بدهد و از خود، از خیشتن، از همه چیز برهد، علاوه بر آن باید از خواستن هم فقیر باشد. نه تنها از داشته هایش فقر بجوید و داشته هایش را بدهد، بلکه میبایست از خواسته هایش نیز بگذرد. پس مرحله اول فقر گذشتن از مایملک است، از آنچه که دارد. پس از آن گذشتن از خواهش ها و هوس ها و خواستن هاست، از آنها بگذرد. پس از آن از فقر از خیشتن است، از خیشتن خیش نیز بگذرد. خودش را هم نخواهد. نه تنها برای خودش چیزی نمیخواهد، خودش را هم نمیخواهد. و از خود هم فقر برمی‌گزیند، از خود نیز عزلت برمی‌گزیند. و این می‌شود فقیر الی‌الله. این است که فرمود انتم الفقراء الی‌الله و الله هو الغنی الحمید. انتم الفقراء الی‌الله، شما هستید که فقیرانید الی‌الله، به سوی خدا. و الله هو الغنی الحمید، اوست با تأکید و با لفظ جلاله میگوید والله و خداوند هو الغنی الحمید، آن غنی است و محمود است و ستوده است. هر کسی که در این راه قدم برمیدارد باید پاکباز عشق باشد، تخم غرض نکارد و فقیر باشد و طمع رو از خود براند. آنگاه است که راه درستی را برگزیده است. نی بند خلق باشم، نی از کسی تراشم، مرغ گشاده پایم، برگ قفس ندارم. خب اینها هم در ادامه همان بحثی است که فرمود پاکباز چگونه انسان میتواند پاکباز باشد. راههای عملش را مولانا به ما میفرماید. مولانا در دیوان شمس بیشتر از عرفان نظری و عرفان عملی سر و کار دارد، به ما یاد میدهد، میآموزد. همچنان که در مثنوی هم چگونه است، در مثنوی هم آن بزرگوار به دنبال این است که به ما عرفان عملی بیاموزد، راه کار میدهد. به عنوان یک پیر بسیار عظیم و بزرگ راه کارهاش را به ما میدهد. نی بند خلق باشم، بسته خلق نباشید. ما غالبا بسته خلق هستیم، بنده خلق هستیم، عبید مردمیم، عبید الناسیم، برده های مردمیم. ما چگونه برده های مردمیم؟ وقتی که می رویم کاری را می کنیم، کار می کنیم برای کسی و او مزدی به ما می دهد، در حقیقت ما برده او شده ایم، اجیر او هستیم.
او ما را اجیر کرده است و برده خود کرده است تا ما آن کار مشخص معین رو در روز معین، در وقت معین، تا وقت معین انجام دهیم. اینها بندگی خلق است. بندگی خلق است. همه انسان ها به نوعی بنده خلق هستند، بنده دیگران هستند. آن خلقی که خود دیگران را بنده کرده است، خود بنده دیگری است. نی بند خلق باشم، میبایست که از نه بند خلق هستم، بسته خلق هستم، نی از کسی تراشم. تراشیدن یعنی یه چیزی از کسی جدا بکنم. اصطلاح ترکی است که مولانا این رو با لفظ فارسی بیان میکنند. از کسی تراشیدن ما داریم در زبان خودمان که فلان کس چنین کرد، یعنی رفتن دیوار رو که میتراشن چیزی اندک از آن به دست میآید، با اینکه قابل تراش نیست. کسی برود از کسی یک پودی کدیه کند، یک پودی بگیرد، یک امکاناتی بگیرد، از او را تحت فشار قرار دهد، یا به هر نحوی گدایی کند، از او چیزی بتراشد، چیزی مالی برای خود به دست بیاورد، این رو تراشیدن میگویند. میفرماید نه بنده خلقم و نه از کسی چیزی میتراشد. و تاریخ هم به این گواهی میدهد که مولانا برای آن همه کار عظیمی که انجام میده است، میداده است، آن مجلس هایی که داشته است، شاگردانی که تربیت میکرده است، یک ریال هم در حد اجرت و مزد برای خود نمیگرفته است. هیچ توقعی هم از خلق و از مردم نداشته است. خرج خودش را خودش در میآورده است. نی بند خلق باشم، نی از کسی تراشم، مرغ گشاده پاگم بلکه قفس ندارم. مرغ گشاده پا هستم، یعنی مرغی هستم که پایم گشاده هست. من مرغ اسیر نیستم، مرغ اسیر طمعها و هوسها و خواسته ها نیستم. بلکه قفس ندارم. مرغی که آزاده است برگی ندارد. برگ یعنی امکانات، هر چیزی که به عنوان امکانات برای مطرح باشد، خوردن و غذا و دانه و آب و اینها معمولا برای کسی که در قفس است قرار میدهند، برای مرغی که در قفس است میآورند، چون عبد است، چون برده است، چون بنده دیگری است. مرغ در قفس منتظر دیگران است، میبرند برای مرغ در قفس غذا میگذارند، دانه میگذارند براش که بخورد، بدون اینکه خود کسب کرده باشد، بدون اینکه خود به دست آورده باشد. ولی مرغی که پای گشاده است، مرغی که آزاده است، خود میرود چینه اش را و دانه اش را خود پیدا میکند. میفرماید که برگ قفس ندارم، یعنی هر کس را که به او غذای آماده بدهند، دانه آماده بدهند، او باید لابد باید در قفس باشد. کسی که میخواهد آزاد باشد، آزاد مرد باشد، کسی به او چیزی نخواهد داد، مگر که برده باشد، بنده باشد. مثل آنچه که سعدی در جایی میفرماید که همه شنیدید، میفرماید که در جایی بودم، در جامعه، در مدرسه بودم، نشسته بودم، دیدم دو کودک کنار هم نشستند، وقت ناهارشان بود، هر کدام بغچه خود را باز کردند که چیزی را بخورند، یکی نان خالی داشت، دیگری نان حلوا داشت. این خواستن، این طمع در دل این کودکی که حلوا نداشت افتاده بود، به او میگفت که از حلوایت به من هم بده. او میگفت سگ من باش، برای من پارس کن، من از حلوایت بدهم. او پارس میکرد، یک تکه کوچک حلوا به او میداد، میخورد، بعد دوباره میگفت پارس کن تا به تو حلوا دهم. و همچنین
سعدی اونجا برای عبرت دیگران می‌فرماید که ای کاش او طمعی نداشت و به نان خشک و خالی خود قناعت می‌کرد و سگ دیگری نمی‌شد، بنده دیگری نمی‌شد. ای کاش انسان آزاده باشد، آزاد مرد باشد و به خاطر پول و به خاطر امکانات دنیا و به خاطر اینها برای انسان‌های فرومایه کار نکنند، بندگی و بردگی دیگر انسان‌ها را نداشته باشند. مرغ گشاده پایم برگ قفس ندارم. چیزی راجع به قفس شاید ملاحظه فرموده باشید. قفس معلوم است که چیست و ذاتاً عربی است، با ساد هم نوشته می شود. این رو بعداً آورده‌اند و با سین نوشته‌اند. حال دو نوع فکر وجود دارد که آیا ما چیزی را که از زبان دیگری می آوریم و در زبان دیگری داخل می کنیم، آیا حق داریم که اون رو تغییر بدهیم یا تغییر ندهیم؟ بحث ادبیست و بحث روش شناسی و مباحث خاصیست که ما اینجا قصد ورود نداریم. بعضی میگویند که این قفس چون با ساد بوده است و از زبان عربی آمده است، اینجا هم بایستی با ساد بیاید. عده‌ای هم میگویند نه، ما میتوانیم ساد رو چون اینجا کاربرد نداره با سین بنویسیم. اینها دو بحث جداگانه هست و هر کدام طرفدارانی در ادبیات ما دارد. من ابر آب دارم، چرخ گوهر نثارم، بر تشنگان خاکی آب حیات بارم. مولانا معلوم است که اینجا هم باز چون پاکباز عشق است، دیگر چیزی برای باختن ندارد، اما آن بخشندگی را دارد. هیچ از خود ندارد ولی آن بخشندگی او به او سرایت کرده است. یک روایت هم هست که میگوید که انسان اگر به دنبال فقر باشد، یعنی انسان از این جهان فقر گزیند و در آیین فقرا درآید، خداوند او را غنی می‌کند. یا اینکه در فکر و ذهن او این قناع و بی‌نیازی به وجود می آید، یا اینکه خداوند واقعا او را غنی می کنه. و اینجا گفتن که ممکن است کسی فقیر باشد ولی در تصرفش دنیا در تصرفش باشد اما غنی باشد، ولی نبایست در تملکش باشد. گفتن میتواند در تصرفش باشد ولی نباید در تملکش باشد. یعنی چه؟ ممکن است چیزی مال انسان باشد در تصرفش باشد. لباسی که به تن داریم تصرفش در ماست ولی تملکش نباید از آن ما باشد. تملکش از آن خداوند. تملک یعنی احساس ملکیت، احساس مالک بودن. به این شخص هم فقیر میگویند، کسی که تصرف دارد اما تملک ندارد، از تملک بیزار است. و ممکن است کسی در تصرف هیچ نداشته باشد، از دید عوام بسیار فقیر باشد اما تملک داشته باشد. خیلی به داشتن علاقمند باشد. از این جهت است که فقر رو به چند گروه تقسیم کردن. فقری که ناخواسته هست. هیچ کسی فقیر است ناخواسته. نمیتواند پولی به دست بیاورد. چاره‌ای هم ندارد، به فقر تن میدهد. این پایین ترین درجات فقر است. یکی فقری است که خواسته هست. شخص میتواند ولی به دنبالش نمیره. این بالاترین درجات فقر است که میتواند امکانات فراوان داشته باشد، میتواند مال و منال فراوان داشته باشد ولی نمیخواهد، کنار میمونه.
میان این دو کسی است که نمیخواهد، اما اگر خدا به او داد اون رو میپذیرد. پس این فقری که سگانه هست، یکی نمیتواند داشته باشد و ندارد، پایین ترین حدش، دیگری ندارد و نمیخواهد، ولی اگر خدا بدهد میپذیرد. و سومی آن است که ندارد و میتواند که داشته باشد اما نمیخواهد. خداوند هی به او میدهد و او اینها رو پس میزند. این نوع فرق که بالاتر از همه هست، یک نمونه بارز و تجلی عمدهش حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام است که فرمود به خدا قسم دنیای شما نزد من، خیلی مثالهای جالبی زده از حضرت که دنیا نزد شما و طمعهای شما، خواهشهای نفسانی شما نزد من چگونه هست. یکی از تعبیرها هم همین است که می‌فرماید که این دنیای شما مانند استخوان خوکیست، استخوان پای خوکیست که در دست یک جزامیست و جزامی همه گوشت آن را خورده است. همچنان که شما به آن استخوان خالی، خالی از گوشت، در دست آن جزامی طمع دارید، من به دنیای شما طمع دارم. خب در برابر این طمع خداوند قنای میدهد که هرچه هست در عالم از آن او میشود. من ابر آب دارم، ابری هستم که آبدار هستم. ابرها بعضی بی آب هستن، غالب ابرها بدون آب هستن و مطر اون ابری رو میگوین که آب داشته باشد، نه ابری که بیاید و فقط خودی نشان بدهد و رعد و برقی بزند و برود و آب نداشته باشد. من ابر آبدارم، چرخ گوهر نثارم، مانند چرخ گوهرها نثار میکنم، همچنان که چرخ کواکب و انجم و ستاره های فراوانی رو مانند گوهر با گردش خود حرکت می کند و مانند گوهر آنها رو گویی از انبان خود بیرون می ریزد، همچنان من چرخی هستم که کارم نثار گوهرها و جواهرات بسیار عظیم است. نشان جوهر است و نثار جوهر است. نثار هم آن چیزی است که بر سر عروس می ریزند، آن چیزی که بر سر عروس می‌ریزند و می‌دانید که کسی که آن را می‌ریزد احساس بی‌نیازی می‌کند و نمی‌خواهد از آن دست می‌شوید. و این دقیقاً فقرا چنین هستند که آنچه را که دارند نثار عروسی حق می‌کنند، نثار وصال حضرت معشوق می‌کنند. بر تشنگان خاکی آب حیات دارم، بر آنها که در این زمین خاکی هستند و تشنه هستند آب حیات رو میبارم. تشنگی رو گفتن احکام تواضع است که از جانب طالب است، یعنی هر تواضعی که انسان انجام دهد به آن تشنگی میگویم، فروتنی و خود رو پایین نهادن و فقری را که در خود به وجود می آورد اینها رو در اصطلاح عرفانی به تشنگی تعریف می کند. آب حیات هم همان نثار عشق است که آب حیات در نظر عرفا همان تجلیات رحمانی و ربانی است، نه آب زندگی عادی، آب زندگی که انسان تا ابد باشد. آب حیات اصلش همان عشق است که این بزرگان بر سر انسانهای خاکی از آسمان و از اخلاق فرو میبارند. موسی بدید آتش، آن نور بود دلخش. موسی آتش رو دید،
خب قصهش معلوم است که موسی در طور رفت و به دنبال آتش رفت، نار بود، بعد نزدیکتر که رفت اول نور دید، بعد رفت دید نار است و بعد تجلیات نورانیت الهیت بر او تابید و دید که نور بوده است، نوری درون نار بوده است. گویی که از دور آتش دیده می شد اما در حقیقت نور بوده است. امی ان الله که آنجا فرمود که همانا من هستم الله. موسی بدید آتش، آن نور بود دلخش، آن نور دلخوش بود. یعنی چه نور دلخوش بود؟ یعنی دلش خوش بود که این شخصی که می آید من او را به دنبال خود می کشم، من در آتش عشقم او را خواهم سوخت. آن نور که بود؟ نور الهیت بود، نور خدا بود. به موسی خود رو به شکل آتش نشان داد که بداند که وجود عاشق رو که موسی باشد خواهد سوزاند. اما بعداً تبدیل نور شد، فقر را نشانش داد، اما در حقیقت غنای حقیقی در همان بوده است. من نیز نورم ای جان، من هم مولانا میگه من هم مانند نور هستم، گرچه ز دور نارم. از دور وقتی نگاه میکنی من نار هستم، آتشم، ولی وقتی به نزدیک بیایی من نورم. مولانا مانند وجود همه عرفا و همه اولیای الهی اینها، درست است کسی نمیتواند به اینها نزدیک شود چون اینا آتش زادند، آتش بارند، آتش خارند. هر کسی جرأت نزدیک شدن به اولیای الهی را ندارد چون از فرط عشق اینها را میسوزانند. اما وقتی که نزدیک شدند آن نور را خواهند. شاخ درخت گردان، اصل درخت ساکن. اصل درخت که ساکن، ریشه در خاک دارد، اما شاخه درخت گردان است، شاخه ها حرکت می کنند. گرچه که بیقرارم در روح برقرار. می فهمد درست من بیقرارم، من شاخه های من، دست و بال من بیقرار است. منظور از بیقراری همان سمایی است که میکنند، همان بیقراری عاشقانه که در هر عاشقی هست. اما بیقراری از کجاست و قرار از کجاست؟ مولانا اینجا میفرماید که قرار در روح است، قرار در عالم بالاست و بیقراری از آن عالم خاک است. این عالم خاکی تا زمانی که هست انسان باید در اینجا بیقرار باشد، چون این دنیا جای قرار نیست، جای آرام و آرام بودن و آرامش یافتن نیست، جای آسایش که البته نیست. چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو؟ حافظ گفت که کدام احمقی می آید و از این دنیا از سپهر تیز رو چشم آسایش دارد؟ کسی که نمیفهمد چشم آسایش از این سپهر تیز رو دارد. ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی. میگه تا زمانی که در با عقل این جهان هستم من آسایشی نخواهم داشت. آسایش وقتی است که عقل را از کف بدهم، آن هم با می به دست خواهد آمد. گرچه که بیقرارم در روح برقرارم. تمامی بیقراری های عالم از این دنیاست و تمامی قرارها از آن خداوند است، چون قرارگاه او هست. کسی که آرامش و آسایش میخواهد آن در نزد خداوند است و لاغیر. هر قدر که بعد انسان از خداوند بیشتر شد، استبعادش عمیق‌تر شد، این انسان آرام قرارش رو از دست خواهد داد. دیده اید انسان‌های مؤمن، مؤمنان حقیقی، نه مؤمنان ظاهری، آنها که در ظاهر اظهار ایمان می‌کنند، اینها هدف ما نیست. البته نباید در ظاهر ایمان هیچ کس
شک کرد، هر کس اظهار ایمان میکند ما باید او را تصدیق کنیم، چاره ای نیست. اما حقیقت آن است که اگر از اینها بیقراری دیدید، بدانید که اینها مؤمن نبودن. مؤمن، انسان مؤمن حقیقی، کسی است که در همیشه در آرام و قرار باشد، مگر اینکه یاد الهی و عشق الهی او را از آرام و قرار بردارد و قرار روحی، روحانی و روحیش را از بین ببرد. فقط آنجا است که میتواند بیقرار باشد. در آتش عشق الهی فقط میتواند بیقرار باشد. بیقراری های دیگر نسبت به دنیا هیچ وجهی ندارد. من گل عجب جهانم در مشت گل نهانم. خیلی زیباست. من از جهان عجیبی هستم. قبلا راجع به اینا سخن گفتیم، دیگر رد میشدیم. انسان جهانه، جهان انسان شد و انسان جهانی. نبا شیخ شبستری گفت که پاکیزه تر از این بیانی هم نیست. انسان جهان است، جهان هم انسان است. انسان جهان اکبر است و عالم جهان انسان اصغر است و عالم اصغر است. من گل عجب جهانم. من یک جهان بسیار عجیبی هستم. گل عجب یعنی ابل عجب، یعنی پدر عجب، خیلی عجیب، بسیار عجیب. من گل عجب جهانم در مشت گل نهانم. یک گل مرا در مشت خود نهان کرده است. گل چیست؟ همین تن ما هست. میگوید در مشت تن من، مشت بدن من نهان هستم. آن روحی که در من هست پشت یک گل، پشت یک مشت گل مخفیست و نهان است. در مشت گل نهانه، خیلی تعبیر زیبایی است. در هر شبی چو روزم، در هر خزان بهارم. هر شب مانند روز هستم، یعنی تابع نورم، چون در بالا گفت که من نور هستم. بنابراین شبها که بی نوری هست، من نور همان شبها هستم. در هر خزان بهارم و یک بهاری هستم. بهار چه دارد؟ بهار آن را دارد که رو به آرامش و بزرگی و عظمت و هستی و حیات و زندگی حقیقی حرکت می کند. بهار همان رستاخیز است. بهار همان قیامت است. همچنان که گیاهان بعد از مردن دوباره زنده می شوند در بهاران، انسان ها هم وقتی از قالب خاکی مردند به روح زنده می شوند و احیا می یابند. با مرغ شب شبم من. مرغی که، مرغهایی که در شب می خوانند، با آنها شب هستم. با مرغ روز روزم. فرصت من گذشته است که چگونه می گوید من شب هستم، من روز هستم. انشاءالله بعد من باشد که اگر غزلی شبیه این برای ما اتفاق افتاد، راجع به اینها سخن بگوییم که چگونه یک طبیب الهی، چگونه یک ولی الهی میتواند روز باشد و شب باشد. در عالم امکان این اولیای الهی میتوانند روز رو شب کنند، شب را روز کنند. میتوانند روز را به وجود بیاورند، میتوانند شب را به وجود بیاورند. با مرغ شب شبم من، با مرغ روز روزم. اما چو با خدایم زین هر دو بر کنارم. وقتی که به خودم میایم، نه شبم نه روزم. خب ما یا شب داریم یا روز داریم. چگونه است از هر دو کنار بودن؟ یعنی از شب و روز و از تمامی وجه ها و جلوه ها به دور هستم. آن لحظه با خدایم که از محو بی خدایم. آن لحظه ای که به خودم می آیم، خودم را پیدا می کنم، از عالم مکاشفه و مشاهده پایین می آیم، که از محو بی خدایم. محوی که بودم، می دانی که عرفا محو هستن، محو کردگار هستن، خودشان چیزی نیستن. فقر هم نوعی محو است.
از محو شدن بی خدایم و از محو شدن از خودم بیرون، با محو شدن از خودم بیرون بیایم. من بی خودم چرا که محوم، چرا که هیچ ندارم، من در برابر خداوند از بین رفتم، محوم و کاملا نابود هستم، هیچ بودی در من وجود ندارد. شش دانگ آنگه هم که بیرون ز پنج و چهارم. شش و پنج و چهار رو به شکل شاعران آورده. شش دانگ، دانگ یعنی قسمت، هسته، که هر چیزی شش دانگ است. مثلا خانه شش دانگ دارد، یا هر چیزی شش دانگ دارد. یک دانگش یعنی یک ششتون، دو دانگ یعنی دو ششتون و ناقص است. شش دانگ یعنی کامل. شش دانگ آنگه هم که من آن وقتی کاملم که بیرون ز پنج و چهارم. وقتی از پنج و چهار بیرون آمدم آن وقت من کامل هستم. پنج چیز، پنج حس است. حس گویایی و شنیداری و بینایی و لامسه و ذائقه، چشایی، اینها این پنج تا هستن. میگه وقتی من از این پنج حس بشری خارج شدم و از چهار خارج شدم، بیرون شدم. چهار چیز آب و خاک و باد و آتش است، عناصر اربعه است. بنابراین میفرماید من آنگاه کاملم که هم از حواس پنجگانه خارج شدم و هم از این عناصر اربعه خارج باشم. وقتی از همه اینها، از حواس خمسه و عناصر اربعه بیرون آمدم، آن وقت من شش دانگم، یعنی کاملم، تمامم. معلوم است که در این جهان انسان هرگز نمیتواند کامل باشد و به کمال نمیتواند برسد. چرا؟ چون که کمال در این جهان نیست. کمال در این جهان نیست و هر کس به دنبال کمال است اینجا نمیتواند به کمال برسد. افسانه است که کسی در این جهان به کمال برسد. ممکن نیست، چون این جهان جای کمال نیست. جای کمال اونجاست. اگر در این جهان ممکن بود کمال اتفاق بیفتد، دیگر نیاز به قیامت و رستاخیز و آن همه مسائل نبود. و آن قیامت دلیلش آن است که این جهان جهان کمال نیست و اینجا انسان نمیتواند کامل باشد. هیچ چیز در هیچ رده‌ای، در هیچ قسمتی در این جهان کامل نیست. کمال آنجاست. کمال آنجاییست که از پنج حس بیرون بیاید و از چهار عنصر، از این عناصر ماده بیرون بیاید. جان بشر به ناحق دعویش اختیار است. من دو دقیقه انشاءالله تمام کنم. جان بشر به ناحق دعویش اختیار است. جان بشر به ناحق فکر میکند که ادعا دارد، ادعا دارد که اختیار دارد. مولانا معلوم است که میگوید ای بشر تو هیچ اختیاری نداری و حق هم همین است. بشر بیهوده خود را مختار میداند. بشر بیهوده خود را دارای اختیار میداند. اختیار کجا و بشر کجا؟ جان بشر یعنی روح بشر به ناحق، ناحقه. دعویش اختیار است، دعوایش و خواستش اختیار است، ادعایش این است که من اختیار دارم. هر روح انسان میگه من میتوانم این که این را میکنم آن را نمیکنم، این اختیار است. بی اختیار گردد در فجر اختیار. نه، او باید بی اختیار شود در فجر و شکوه اختیار اولیای الهی. باید او اختیارش را از دست بده. در نزد اولیای الهی شخص باید اختیارش را بنهد و اختیار ولی الهی رو بر اختیار خود برگزیند. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. نبی بر مؤمنان از خودشان اولاست. پیامبر اسلام از تک تک انسانها بر خودشان اولاست، بر جانشان اولاست، تصمیم گیرنده اوست. النبی اولا، اولا هست، او برتر و بالاتر است از نفوس انسان ها. آن عقل پرهنر را بادیست در سر او. آن عقل هم که خیلی هنرها دارد اما بادی در سر او هست. باد در سر داشتن در طب قدیم
یعنی اینکه او خیلی عقل درستی ندارد، با درصد داشتن یعنی نشان از جنون است. و قدما میگفتن که مجنونان بار در سرشان ایجاد میشود، از مثلا از بخارات که مثلا در بدن هست آنها در سر جمع میشود. ها پنداری بوده است که ما اکنون میدانیم که هیچ وجه صحیح علمی ندارد. اما باد در سر داشتن یعنی سر پر باد داشتن، یعنی خودش رو خیلی آدم مهمی میداند، متکبر است، تکبر دارد، اما در سرش جز باد نیست. منظور این است که عقل هم عقل ندارد، جز بادی در سر عقل چیز دیگری وجود ندارد. آن عقل پرهنر را بادی است در سر او، آن باد او نماند چون باده ای در آن. آن باد او نمیماند وقتی یک باده، یک شراب عشق الهی، شراب پاکبازی عاشقانه به این عقل بدهم، آن بادش از سرش میرود. و میگفتن که شراب علاج باد مغز است، همچنان که حکمای قدیم و در حقیقت طبیبان سنتی قدیم این رو میگفتن. اینجا هم مولانا با اشاره به همه آنها بیت بسیار زیبایی را فرمود: آن باد او نماند چون باده‌ای درآرم. اگر وقتتان را اندکی بیش از حد مقرر گرفتم عذر میخواهم، به خاطر اینکه این غزل زیبا به پایان برسد بیشتر تسطیع اوقات شد. و السلام علیکم و رحمت.